مقدماتی و کاربردی ArcGIS. فصل سوم، سیستم مختصات و زمین مرجع نمودن. بخش چهارم، تعریف و تبدیل سیستم مختصات. خب ما در مرحله قبلی، یعنی در بخش آموزش قبلی، یاد گرفتیم که این نقشه رو چگونه یک مختصات استاندارد بهش بدیم، و در اینجا هم نگاه میکنیم که مختصات استاندارد دادیم بهش. گفتیم مرحله‌ای که بعد از اینکه استاندارد کردیم باید ببینیم آیا این مختصاتی که ما استاندارد کردیم برای سیستم تعریف شده است یا تعریف نشده. اگر تعریف نشده باشه، باید با استفاده از ابزار دیفاین اون رو تعریف کنیم. حالا چجوری میفهمیم که تعریف شده است و تعریف نشده است؟ مراجعه به پروپرتیز دیتا. خب حالا ما میریم داخل GIS، روی دادمون کلیک راست میکنیم، پروپرتیز، در سربرگ پروپرتیز قسمت سورس میایم پایین، قسمت اسپیشال رفرنس میبینیم اینجا undefined نیست، یعنی تعریف شده است. اگر ما با واژه undefined اینجا مواجه شدیم، یعنی اینکه این سیستم تصویر تعریف نشده. بعد این و این قسمت هم نوشته XY coordinating system GCS 1984، یعنی تعریف شده است و حادش هم که درجه است و اینم دیتومش هست که شما مشاهده میکنید. خب پس این تعریف شده، پس من اینو میبندم. مرحله بعدی بعد از اینکه تعریف شده باشه یا تعریف شده باشه، آیا مطلوب ما هست یا نیست. خب حالا برای اینکه من این بخش رو بهتون استفاده از ابزار دیفاین رو بهتون آموزش بدم، نقشه رو اد میکنم که تعریف نشده باشه و ما با استفاده از ابزار دیفاین اون رو تعریف کنیم. وارد GIS میشم، این نقشه‌م رو حذف میکنم. من نقشه‌ای رو دارم تحت عنوان TSA، اینو من اد میکنم. اوکی میکنم. خب گفتیم برای اینکه تعریف شده یا نشده باشه، روش کلیک راست میکنیم، پروپرتیز میگیرم ازش، به قسمت Special Reference میرم، نوشته Undefined یعنی تعریف نشده این. خب پس من اینو میخوام تعریفش کنم براش، اینو میبرم. گفتیم برای اینکه تعریف کنیم از یه ابزاری استفاده میکنیم به نام Indify. خب برای اینکه ما از ابزارها استفاده کنیم، ما این قسمت یه جعبه ابزار داریم به نام R Toolbox. من اینو کلیک میکنم. خب جعبه ابزار R Toolbox در این قسمت برای من نمایش داده میشه. خب وقتی جاب ابزار آرتول باکس اومد، ما میخوایم ابزار دیفاین رو پیدا کنیم. ابزار دیفاین در داخل جعبه‌ای به نام دیتا منیجمنت تولز، اینو من باز میکنم. در قسمت در این جعبه ابزاری که اسمش هست دیتا منیجمنت تولز، یه بخشی وجود داره به نام پروجکشن اند ترانسفورمیشن، من اینو بازش میکنم دوباره. در اینجا ابزاری هست به نام دیفاین پروجکشن، یعنی تعریف سیستم تصویر، و اینو کلیک میکنم. یه پنجره همچین شکلی باز میشه. توجه کنید که ابزارهایی که اینگونه هستن یه ورودی حتما دارن، حالا بعضیاشون خروجی و همشون اکثرشون خروجی دارن، و در نهایت یه سری عملیاتی که رو میخواد انجام بشه. خب من اینجا گفته دیتا رو معرفی کن بهمون، من دیتا رو معرفی میکنم TSA. بعد از اینکه TSA رو باش معرفی کردم، این قسمت نوشته کوردینیت سیستم. خب کوردینیت سیستمش هم براش تعریف نشده، پس من از اینجا کلیک میکنم. خب سیستم مختصات داده من جغرافیایی بود، پس من اینجا اونو جغرافیایی میکنم، میگم جغرافی، بعد قسمت ورلد و قسمت WGS 1984، اینو من میزنم و در نهایت روی اوکی کلیک میکنم. پس میبینید کوردینیت سیستمش هم این شد. حالا بر روی اوکی کلیک میکنم. بعد از اینکه این ابزار کارشو کرد، این قسمت یه ارور سبز بهتون، دیفاین پروجکشن، این ابزار، این علامت سبزی که زده یعنی با موفقیت انجام شد. خب بعد از اون که ما این مرحله دوم رو به اتمام رسوندیم، یعنی سیستم مختصات رو درست براش تعریف کردیم، حالا مرحله سوم یا گام سوم ما نیاز داریم. توی گام سوم گفتم اگه تعریف شد، بعد آیا مطلوب است یا مطلوب نیست. منظور از مطلوب است یا مطلوب نیست چیست؟ خب اگه وارد اینجا شیم،
ببینید، من میخوام مساحت این قسمت قرمزه رو مساحتش اندازه گیری کنم. برای اینکه مساحت اینو اندازه گیرم باید از یه واحدهای استفاده کنم که متریک باشه، در صورتی که سیستم مختصات من واحدش دیسیمال دیگریه، یعنی درجه ارشدی. پس من با این واحد نمیتونم اینو اندازه گیری کنم، مساحتش رو یا محیطش اندازه گیری کنم. پس نیاز به این دارم که این سیستم مختصات رو تغییر بدم و یک سیستم مختصاتی به دست بیارم که واحدش متریک باشه، بشه اندازه گیری ها رو انجام داد. پس از این نظر دیگه این سیستم مختصات جغرافیایی که ما اینجا تعریف کردیم مطلوب ما نیست. برای اینکه مطلوب بشه باید به UTM تبدیل بشه، با استفاده از ابزار پروژکت میشه این اتفاق انجام بشه. خب حالا وارد GIS میشم. خب برای اینکه اینو من تبدیل کنم به سیستم UTM که مطلوب من باشه، میام توی قسمت R Toolbox. توی قسمت R Toolbox جعبه ابزاری هست به نام Data Management Tools، من اینو باز میکنم. یه قسمتی هست به نام Projection and Transformation، من اینو کلیک میکنم. خب این رستر رو هم من باز میکنم. خب باز شده هست و اینجا شما نگاه میکنید، یه پروژکت این پایین وجود داره و یه پروژکت رستر اینجا وجود داره. توجه کنید اگر داده ایمون مثل این داده کاغذی هست و به صورت اسکن شده هست و دادمون رستری هست، ما باید از پروژکت رستر استفاده کنیم. اما اگر دادمون نوع وکتوری باشه، یعنی پولیگون باشه، خط باشه، نقطه باشه، ما باید از ابزار پروژکت استفاده کنیم. پس ما برای این مرحله از ابزار پروژکت رستر استفاده میکنیم. کلیک میکنم اینو. خب پروژکت رستر برای من باز میشه. یه پنجره به نام پروژکت رستر برای من باشه. قسمت اول ازم میپرسه رستر تو وارد کن. پس من رستر رو بهش معرفی میکنم. اصلا همین دیتایی که اینجا وجود داره، خود سیستم به صورت پیشفرض بهمون میگه این سیستم مختصاتی که داره این داده اصلیش جغرافیاییه و مسیر ذخیره رو بهمون نشون میده که فعلا تغییرش نمیدیم و میگه خب اون سیستمی که شما میخواین تبدیلش کنین چیه، میگه اوتپوت اون کوردینیت سیستم چیه. خب ما باید یه چیزی رو اول دقت کنیم. اول باید بدونیم که وقتی میخوایم UTM کنیم زون این نقشه چیه، این نقشه تو چه زونی قرار گرفته. در قسمت غربی نقشه‌مون وای میستیم، میبینیم عددی که برای طول نوشته 57، از عددی که برای طول نوشته 57. یعنی چی عدد 57؟ خب حالا وارد اینجا میشیم، چجوری میشه از این 57 متوجه بشیم که زون این چنده. خب میایم این قسمت، ببینید تو این تصویر ما ایران رو داریم، میگیم 42 تا 48 طول، 42 تا 48 زون 30 و زون 38. از 42 تا 54 زون 39، از 54 تا 60 زون 40. خب اون طولی که ما داشتیم 57، یعنی تقریبا اینجا هاست. پس توی زون چند قرار میگه؟ تو زون 40. پس ما از روی این نقشه میتونیم متوجه بشیم که تو چه زونی قرار میگیره. پس زون شد زون 40. حالا وارد GIS میشم دوباره. پس اینجا باید زون 40 رو بهش معرفی کنم. روی این علامت کلیک میکنم. خب سیستم مختصات UTM در درون پروژکت کوردینیت سیستمه. پس پروژکت کوردینیت سیستم رو من باز میکنم. یه قسمتی داره به نام UTM. UTM رو باز میکنم. بعد از اینکه UTM باز کردم WGS 1984 رو انتخاب میکنم و بعد گفته در نیم کره شمالی یا در نیم کره جنوبی، من نیم کره شمالی رو انتخاب میکنم و نهایت میگه زون چند، میگیم زون 40 بود، اینم زون 40N، 40N رو باید انتخاب کنیم. خب بعد اوکی میکنم و در نهایت بر روی اون گزینه اوکی هم کلیک میکنم، صبر میکنم تا فرآیندش انجام بشه. مال شما ممکنه اینجوری نمایش نده، ممکنه بعد از اینکه کار تموم شد اینجا یه مربع سبزی بیاد و تیک. بعد از اینکه شما مراحل کارتون به پایان رسید اینجا برای شما یه تیک سبز میخوره و نقشتون در واقع تبدیل شده است. اینجا یه TC درست میکنه به نام Project Raster 1. خب پس یعنی ساخته شد براتون یه نقشه پروژکت. برای اینکه شما این الان واحدش دوباره جغرافی است، برای اینکه شما مشاهده کنید واحدی که تبدیل کردید، کافیه شما به قسمت insert برید و data frame، یه data frame جدید بسازید. کلیک کنید. خب data frame جدید ساخته شد، این پایین اومد. حالا من این data رو میگیرم و میکشم میندازمش پایین تو data frame جدید. وقتی نگاه میکنم، خب توی دیتا فریم جدید که انداختم نگاه میکنم، میبینم واحد این یعنی x 6 رقمی و y 7 رقمی شد. در واقع واحدش هم متریک شد. پس حالا من میتونم یه مساحت اینجا رو بیام محاسبه کنم و اندازه‌گیری انجام بدم. پس این شد مطلوب کار ما.